وزارت کشور عربستان از اجرای حکم اعدام برای 3 شهروند این کشور با اتهام حمایت از تروریسم و ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و خیانت به کشور خبر داد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. وزارت کشور عربستان سعودی روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام برای 3 شهروند این کشور به اتهام حمایت از تروریسم و ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و خیانت به کشور خبر داد. وزارت کشور عربستان با انتشار بیانیه اعلام کرد این 3 فرد محکوم به نام‌های طلال بن علی بن خنیفس الحزلی، مجدی بن محمد بن عطیان الکعبی و راید بن عامر بن مطر الکعبی از اتباع این کشور به ارتکاب اعمال جنایتکارانه از جمله خیانت به میهن محکوم شدند. این منبع افزود این 3 محکوم با گروه‌های تروریستی ارتباط داشتند و از آنها حمایت می‌کردند و به یک خط مشی تروریستی گردن نهاده بودند که جان و مال و ناموس مردم برایشان اهمیت نداشت. ضمن اینکه افراد را نیز به انجام اقدامات تروریستی با هدف ایجاد اخلال در امنیت و ثبات جامعه تحریک می‌کردند. وزارت کشور عربستان تصریح کرد با ارجاع پرونده این افراد به دادسرای عمومی به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی دادگاه کیفری تخصصی حکمی مبنی بر اثبات جرم آنها صادر و به اعدام محکوم شدند و حکم آنها نیز توسط دادگاه کیفری تخصصی تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده است. این وزارتخانه از اجرای حکم اعدام برای افراد فوق‌الذکر در روز یکشنبه 9/8/2024 میلادی در منطقه ریاض خبر داد. روز یکشنبه 10/9/2024 هم مقام‌های عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام عبدالله الشهری زندانی بازداشت شده در ریاض به اتهام خیانت به میهن و مشارکت در تروریسم خبر دادند. از شهری دومین زندانی عقیدتی اعدام شده در عرض 1 هفته پس از اعدام فعال شیعه عبدالمجید النمر به اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده بود. این ادعاها با گزارش‌های سازمان‌های حقوقی بشری در تناقض است، چرا که بارها ثابت شده که مقام‌های سعودی از این گونه اتهام‌ها به عنوان دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی با مخالفان خود استفاده می‌کنند. گزارش‌های حقوق بشر بیانگر آن است که محاکمه‌های انجام شده در موارد مشابه فاقد حداقل استانداردهای حقوقی و عدالت بوده و دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف از این ابزار استفاده می‌کند. از ابتدای سال 2024 عربستان سعودی بیش از 150 حکم اعدام را به اجرا درآورده که شامل احکامی برای محکومان پرونده‌های سیاسی چه با ادعای تعلق به سازمان‌های تروریستی و یا از میان شیعیان در شرق این کشور بوده است. تداوم این رویه و اجرای حکم اعدام‌ها نشان دهنده عزم عربستان سعودی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و تسویه حساب با آنان می‌باشد.